سارا وخشوری کارشناس نفت و انرژی از واشنگتن با ماست. خانم وخشوری، اینجا در واقع به نوعی تقابل هست، جذب حداکثری سرمایه خارجی از یک سو و همچنین دغدغه‌های حفظ منافع ملی. برای مثال منتقدان میگن که این نوع از قرارداد تضمین نمی‌کنه که تکنولوژی و فناوری که از شرکت خارجی به شریک ایرانیش باید انتقال پیدا بکنه انتقال پیدا کنه و هیچ نهاد نظارتی هم به وجود نیاورده دولت ایران که بتونه بر اون نظارت کنه. درسته، بحث انتقال تکنولوژی بحث خیلی فنی و پیچیده ایه، مخصوصا که در قراردادهای جدید ایران طول مدت قرارداد طولانی تره و پروژه ها و پروسس های مختلفی رو در نظر داره، از اکتشاف تا توسعه میادین و بخش تولید، و بعد مشخص این مشخص نیست که دقیقا شما انتقال تکنولوژی منظورتون چی هست، در کدوم بخش هست، و اینکه نمیشه شما انتظار داشته باشین که فرض کنین شرکت اینای ایتالیا یا توتال یه پروژه باشه پیمانکار ایرانی انجام بده و بعد از اون مثل این شرکت تمام توانایی ها و تکنولوژی اون شرکت رو داشته باشه. این شرکت ها از تکنولوژی های مختلفی با لایسنس های مختلف استفاده میکنن، برخیش رو اجازه انتقال دارن، برخیش رو اجازه انتقال ندارن. اما در گذشته به طور کلی در حتی در مورد قراردادهای بایبک، به عنوان مثال وقتی پتروپارس با شرکت اینا یا توتال فازهای 3 و 4 و 2 و 3 پارس جنوبی رو انجام داد، تونست بعد از اون فاز 1 رو خودش به تنهایی انجام بده. حالا اینکه چقدر واقعا انتظار داشته باشین این پیمانکار بعد از انجام یک پروژه بتونه تمام تکنولوژی و کل پروسه کار رو بتونه با همون بهره وری و بهینه به صورت بهینه به دست بیاره، این یک انتظار غیر منطقیه و این اتفاق نخواهد افتاد. خب پس آیا باید انتظار داشت که با چشم قدری بسته با این قراردادها جلو رفت، چون هیچ نهاد نظارتی وجود نداره که همین که مطمئن باشه که تکنولوژی یا فناوری هر قدر از اون انتقال پیدا میکنه به شریک داخلی، و همین که شریک داخلی سهمش چه خواهد بود، از سرمایه گذاری سهمش چه خواهد بود، از آینده اون پروژه سهمش چه خواهد بود؟ درسته. در مورد نهاد نظارتی شما این موضوع رو خیلی درست گفتین. توی ایران از ابتدایی که بحث قراردادهای جدید مطرح شد، نهادهای نظارتی مختلفی مطرح شدن که باید این قرارداد رو بخونن، مورد بازرسی قرار بدن و تایید کنن، از سازمان بازرسی کل کشور گرفته که زیر نظر قوه قضاییه است، تا مجلس، تا باشگاه انرژی، شورای عالی اقتصاد مقاومتی که زیر نظر رئیس جمهور هستن، وزارت نفت. و شما اگه نگاه کنین حتی تو کشوری مثل مکزیک که بیشترین فساد در بخش اداری و نفتش رو داشت، زمانی که تصمیم گرفتن که اصلاحات انجام بدن تو بخش انرژیشون، اولین کاری که کردن این بود که اومدن یک شورای هیدروکربن CNH رو درست کردن که یک شورای مستقله، زیر نظر نه وزارت نفت، نه شرکت نفتشونه، نه مجلس، یک شورای مستقله که از کارشناسای مستقل هم حقوقی هم فنی تشکیل شده و از نهادهای مختلف نظارتی تو کشورشون نماینده های وجود داره. بنابراین این مشکلاتی که ما توی ایران میبینیم که بحث قراردادها رو از یه بحث اقتصادی و حقوقی به یه بحث سیاسی، حداقل این تعبیری که اینجا بین شرکت ها هست و دیدی که اونها دارن اینه که این یک بحث سیاسی شده و دیگه بحث حقوقی نیست تبدیل شده، و اگر که ایران اون نهاد نظارتی مستقل رو که حالا نمایندگان از شوراهای عالی و نهادهای متفاوتی که توی ایران میتونن نظارت داشته باشن و سهمی داشته باشن در مورد این قراردادها تشکیل بشه، این بسیار مهمه. الان کشور ترکیه همین نهاد نظارتی داره، نهاد رگولیتوری هستن که هم روی تصویب قرارداد هم روی اجرای قرارداد نظر دارن، روی بسته شدن قرارداد امضا دارن، نفوذ دارن، تصمیم میگیرن، و یه بخش مهمتر اینه که حتی روی داده ها، یعنی CNH توی کشور مکزیک حتی دیتاروم و اطلاعات محرمانه ای که مربوط به هر فیلد نفتی هست رو CNH در اختیار شرکت ها قرار میده. یک اول از همه یک مبلغ هنگفتی از اون شرکت میگیره و اون شرکت رو وادار به امضای یک سری قراردادها و یک سری شرایط حقوقی میکنه که اون شرکت یا اون طرفی که این اطلاعات رو دریافت کردن این رو با کس دیگری، حالا در مورد ایران که حساس تره، در مورد میادین مشترک قرار نده، و این خلا در ایران حس میشه. صحیح. این نهاد مستقل کارشناسی نظارتی، این قراردادهای جدید نفتی که وزارت نفت ایران میخواد ارائه کنه چقدر در
بازار رقابتی نفت در منطقه فکر میکنید خریدار خواهد داشت و چقدر برابری میکنه با آنچه که کشورهای همسایه قراردادهای کشورهای همسایه با شرکت خارجی میبندند؟ کشورهای همسایه خیلی کیس به کیس باید بررسی کنیم. یک مورد خاص نیست. عربستان قراردادهای خودش رو داره. نزدیکترین قراردادهایی که میشه مثال زد قراردادهایی که در کشور عراق بسته شده که البته یه سری از مشکلاتی که توی این قراردادها بوده توی قراردادهای ایران پیش بینی شده و درست شده، ولی کشور عراق مشکلات زیادی براش به وجود اومد به دلیل اینکه از محل تولید میادین پس میداد این سرمایه شرکت ها رو، و وقتی که قیمت های نفت صعود کرد این شرکت ها دائما تولید رو افزایش میدادن و میدن و کشور عراق نمیتونه خیلی مدیریت کنه میزان تولیدش رو، برای اینکه باید به موقع پرداخت کنه این سرمایه و ریترن سرمایه شرکت ها رو. برای همین یک مقدار در مورد سهمش توی اوپک دچار مشکل شد، یعنی کشور عراق نمیتونست یک سهم یا یه محدودیتی رو ایجاد کنه به دلیل اینکه دیگه تولید و مدیریت تولیدش باید مبتنی بود با پرداخت و برگشت سرمایه شرکت‌های خارجی. سارا وقت شده کارشناس نفت و انرژی، متشکرم از صحبت با ما.